خانم ها و آقایان، از طرف شهبانو و خودم و به نام ملت ایران مقدم همه شما را به عنوان گرامی ترین میهمانان کشور ما در این هنگام که ملت ایران 2500 سال بنیانگذاری وحدت ملی و شاهنشاهی خود را جشن میگیرد، شاد باش میگویم و اجتماع کنونی شخصیت‌های بزرگ جهانی را در تخت جمشید، زادگاه تاریخی این شاهنشاهی کهن، به فال نیک میگیرم، زیرا احساس من این است که در جمع امشب ما تاریخ گذشته با واقعیت‌های امروز پیوند خورده است و چنین پیوندی که بر اساس تفاهم و دوستی تکیه دارد طبعا شایسته آن است که به فال نیک گرفته شود. اگر ما با اشتیاق کامل از شما دوستان عالی قدر خیش برای شرکت در بزرگترین جشن تاریخ خود دعوت کردیم، بدین جهت بود که موضوع این دعوت را شایسته آن می دانستیم که شما رنج این سفر را بر خود هموار کنید، زیرا این جشن قبل از هر چیز بزرگداشت فرهنگی کهن است که به تمام عالم بشریت تعلق دارد. در واقع شما امشب بیش از آن که میهمان ما باشید، میهمان میزبانی هستید که تاریخ نام دارد. ما امشب در چند قدمی با بنای با عظمت تخت جمشید به دور هم گرد آمده ایم که ستونهای خاموش آن شاهد گذشت 25 قرن با همه رنج ها و شادی های آن بودند. همه می دانیم که این بنا روزگاری مرکز ثقل جهان بود، ولی این خاطره است که امروز دیگر تنها به تاریخ تعلق دارد. آنچه اکنون برای ما بسیار مهمتر از این جنبه تاریخی و سیاسی است این است که اینا مرکز حکومتی بود که از نظر فکری بر اساس میراث معنوی کوروش کبیر، یعنی بر پایه احترام به فرد و به حقوق بشر بنیاد نهاده شده بود، و این همان اصلی است که تمام فرهنگ ایرانی بر آن پایه‌ریزی شده است. وقتی که از دیدگاه تاریخ نگاه کنیم، خوب می توانیم احساس کنیم که در طول این چند هزار سال هر یک از ملت‌های جهان چه ماجراهای شگرف را در پشت سر گذاشته و چه اندازه در راه دشوار و پرمخاطره‌ای که بشریت در پیش داشته رنج برده و قربانی دادند. با این همه برای ما به عنوان فرزندان جامعه انسانی توجه بدین حقیقت مایه سربلندی است که بشریت در تمام این تلاش‌ها و دشواری‌ها، در تمام این راهی که طبق اصطلاح معروف قسمت اعظم آن از میان اشک و خون گذشته است، رسالت بزرگ خیش را در راه نیل به کمال مادی و معنوی از یاد نبرده و در این راه از همه آزمایش ها سربلند بیرون آمده است، زیرا در تمام این کشاکش آن بارقه نبوغی که از آغاز در نهاد نوع آدمی سرشته شده از تمام عوامل نیرومندی
که در برابر او سفارایی کرده بودند تواناتر و قادرتر بوده است. این همان بارقه نبوغی است که به انسان که در آغاز یکی از انواع بیشمار موجودات روی زمین بیش نبوده امکان داده است که امروز حتی پا از زمین بیرون گذارد و راه بیکران کائنات را به روی خیش بگشاید. توجه بدین واقعیت غرورانگیز کافی است که مسئولیت و وظیفه همه مردم نیکندیش جهان را برای ما روشن کند و من تردید ندارم که جمع امشب ما جمع مردم نیکندیش است، زیرا این کاملا منطقی و بدیهی است که هیچ رئیس کشوری نمیتواند آرزوی جز پیشرفت روزافزون مادی و معنوی افراد ملت خود داشته باشد. فقط میباید امید داشت که همه این آرزوها به صورتی هماهنگ با یکدیگر و مکمل همدیگر تحقق یابند تا نتیجه نهایی نه تنها تأمین سعادت قسمتی از مردم جهان، بلکه تأمین سعادت تمام فرزندان آدمی باشد. بدیهی است در این راه هنوز مشکلات بسیاری وجود دارد که غالبا میراث طرز فکر و الزامات گذشته است، ولی امیدوار باشیم که جامعه انسانی همچنان که از تمام آزمایش‌های گذشته پیروز بیرون آمده، این آزمایش نهایی را که بزرگترین و در این حال ثمر بخشترین همه آنهاست نیز با پیروزی در پشت سر خواهد گذاشت. همه ما می‌دانیم که هنوز جامعه بشری ما با دشواری‌های بسیار دست به گریبان است. می‌دانیم که قسمت بزرگی از مردم جهان همچنان از فقر، جهل، گرسنگی و از تبعیضات گوناگون رنج می‌برند و هر روز نیز در گوشه و کنار جهان صدای گلوله‌ها را می‌شنویم و با مظاهر مختلف خشونت و کین توزی روبرو می شویم. با این همه این را نیز می دانیم که اگر جامعه بشری تا کنون موفق به از میان بردن این نابسامانی ها و رفع این تبعیضات نشده، به هیچ وجه نباید مایوس شویم، زیرا رسالت ابدی و تغییر ناپذیر بشریت سیر دائم به سوی کمال است و هر یک از ما برای آن که در مسیر صحیح انجام این رسالت قدم برداریم میباید بکوشیم تا در حدود امکانات و شرایط خود دنیا را برای جامعه بشری به صورت یک دنیای محبت و صلح و دوستی درآوریم، دنیایی که در آن هر فرد آدمی بتواند در محیطی امن و فارغ از ترس و نگرانی از حد اکثر مواهب دانش و تمدن برخوردار شود. مسلماً به هیچ یک از میهمانان عالی قدر خودم نکته تازه‌ای نگفتم اگر بگویم که جامعه امروزی بشر قبل از هر چیز از مسئولان اداره امور جهان، از تمام آنهایی که سهمی در اداره سرنوشت ملت‌ها دارند، توجه به همین واقعیت را انتظار دارد. همه مردم جهان از هر نژاد و هر کشور و هر طبقه اجتماعی در این خواسته شریکند که در دنیایی دور از دغدغه و اضطراب و دور از خطر دائمی نابودی نوع بشر به سر کنند و همه آرزو دارند که حاصل کار آنها در دنیای دلخواه ایشان تنها در راه تأمین زندگانی بهتر و باز هم بهتری برای آنها به کار افتد.
2500 سال پیش یکی از فرزندان این سرزمین کوروش هخامنشی که به همان اندازه که متعلق به ملت ماست، متعلق به تاریخ و عالم بشریت است، کوشید تا با ایجاد تحولی اساسی در اصول حکومتی بیمانه جهان آن روز و با بنیانگذاری شیوه حکومتی تازه بر اساس احترام به حقوق و معتقدات افراد، صفحه تازه‌ای را در تاریخ بگشاید. بسیار رهبران و متفکران و نیک اندیشان دیگر بعد از او به همین راهی رفتند که سیر تحول مستمر جامعه بشری به سوی کمال حاصل آن است. آرزو کنیم که با همفکری و همگامی همه نیک اندیشان جهان بار دیگر در عصر ما تاریخ ورق بخورد و صفحه تازه‌ای گشوده شود که در آن دیگر اثری از تاریکی ها، از فقر و جهل و بیماری و گرسنگی، از تبعیض ها و از بی‌عدالتی ها نباشد. آرزو کنیم که فرزندان ما برای همیشه در جهانی فارغ از بیم و اضطراب به سر برند و در دیدگاه زندگی خیش چیزی به جز روشنایی و امید نداشته باشند. برای یکایک از شما اعلی حضرتان، رؤسای محترم جمهوری، والا حضرتان، عالی جنابان، خانم ها و آقایان که به نشان همبستگی محبت آمیز خود با ملت ایران و با احترام به فرهنگ کهن آن در این جمع تاریخی حضور یافتید و برای همه رهبران و مسئولان دیگر جهان در این راه آرزوی موفقیت می کنم و با این آرزو جام خود را به سلامتی و شادکامی یکایک شما و با امید رفاه و ترقی روزافزون همه ملت‌های شما نوشم.